به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون اصلاح، دوستان گرامی و برنامه آیین زندگی خوش آمدین. در برنامه امروز آیین زندگی میپردازیم به موضوع اتفاقات پس از مرگ با استناد به آیاتی از قرآن مجید و احادیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. به همین منظور جناب استاد عبدالحلیم مخلص کروخی در برنامه مهمان ما هستند و با ایشان صحبت هایی داریم پیرامون موضوع برنامه. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خیلی خوش آمدید به برنامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم سلام دارم خدمت شما، همکارای عزیز شما و همه بیننده‌های عزیز شبکه اصلاح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر جناب استاد. در این قسمی که من قبلا خدمت بیننده‌های عزیز اشاره داشتم، موضوعی که قرار امروز خود شما روی از این صحبت داشته باشین پیرامون مرگ و مواردی که انسان بعد از مرگ با او مواجه میشه با هم صحبت های داریم انشاءالله. اگر در ابتدا شما تعریفی از مرگ داشته باشین که در حقیقت مرگ چیه؟ اگر مرگ به زبان ساده و عوام فهم بخوایم یک تعریف بکنیم، دقیقا پایان یک مرحله از زندگی را مرگ میگن. درست. در کل انسان مراحل در زندگی خود داره. یک مرحله از وقتی که نطفه در رحم مادر بسته میشه تا زمانی که تولد میشه، که این مرحله قبل از تولد برش میگن. درست. مرحله دوم بعد از تولد تا ای که زندگی دنیوی انسان به پایان میرسه، اجل فرا میرسه و باز باید این انسان از دنیا رحلت بکنه به دنیای بعدی. رفتن از این دنیا به دنیای بعدی یا بیرون شدن روح از جسد انسان و یا خاتمه یافتن به زندگی انسان، در حقیقت میشه تعبیر کنیم به مرگ. درست. و این مرگ چیزیه که فاصله در میان زندگی دنیوی و زندگی اخروی انسان قرار میگیره. درست. تشکر جناب استاد. اون قسمی که شما گفتین در حقیقت مرگ انسان از زندگی دنیا جدا میسازد، چی حالات دقیقا در هنگام مرگ یک انسان ممکنه مواجه بشه زمانی که مرگ از او فرا میرسه؟ هرچند تعبیرهای متفاوت در احادیث رسول الله علیه السلام در این زمینه آمده، در جوامع ما متاسفانه بیشتر همیشه از سکرات و سختی های جان کندن صحبت شده. درست. و به حد کافی شاید همه عزیزا در مورد معلومات داشته باشند. هرگاهی که اگر جنازه پیش می آید، مولای صاحب الحمدلله در این مورد صحبت میکنم، اگر به نوعی کدام برنامه دیگری میبینیم که صحبت میشه از این قضایا. درست. ولی یک نکته که همیشه مورد توجه قرار گرفته بیشتر سختی های جان کندنه، اما از راحتی های جان کندن تا حال کمتر گفته شده. من میخوام که حدیث رسول الله علیه السلام در این زمینه به صورت واضح توضیح بدم. انسان ها دقیقا در جان کندن به دو دسته تقسیم میشن، یعنی چیزی که ما از احادیث برداشت میکنیم و از آیات قرآنی و یا مفاهیم آیات قرآنی ما برداشت میکنیم. طبعا انسان ها دو مدل جان کندن دارن. درست. یک عده انسان های خوبی هن، انسان های مؤمن و با ایمان و متدین و خدا دوست و خدا ترس هن. و یک عده انسان های فاسق و فاجر و کافر و خدا نترس. حالا نمیشه که ما جان کندن هر دوی اینها رو بیاییم به یک تعبیر برای بیننده ها بازگو بکنیم. درست. چرا که در حدیث رسول الله علیه السلام هم آمده کسی که زندگی و زندگی خوبیه بر محورهای احکام و ارزشهای دینی زیر سایه فرمان پروردگار زندگی کرده، این انسان وقتی که مرگش فرا میرسه یا اجلش فرا میرسه، تعبیر حدیث این گونیه که فرشته های بس مهربان و نورانی از جانب الله تعالی گماشته میشن در اطراف انسان، حلقه میزنن. درست. و تا جایی که چشم کار میکنه این فرشته ها در اطراف در ماحول این جمعن. و خیلی جالبه که این انسان وقتی که به چهره های نورانی فرشته ها نگاه میکنه خیلی شادمان میشه و خیلی خوشحال میشه و به وجد میآید. و بعد فرشته مرگ کنار سر انسان می نشینه و بسیار با یک آرامش خاص بسیار احترامانه
برای این انسان گفته میشه اخرجی ایتها النفس الطیبه، درست، بیرون شو ای روح پاکیزه، یعنی با متانت کامل، با آرامش کامل و با روحیه خوش این تعبیر میشه و شکل این روح از جسد جدا میشه، مثل که یک لیوان آب بر من و شما کج بکنیم و آب از کنار او با راحتی پایین بریزه، به همین شکل جان انسان از وجود او خارج میشه. یا درست. تعبیرهای دیگری که در قسمت راحتی جان کندن شهید آمده، کسی که در راه الله تعالی شهید میشه و منوی مرگ او از او طریق فرا میرسه، به مثل که یک مورچه کسر بگزه همین قسم یک احساس بر نفر دست میده و پیدا میشه و بسیار به راحتی و آسانی جان او روح او از تن جدا میگرده. درست. ولی جانب دیگر قضیه را اگر ما نگاه بکنیم، در احادیث و در روایات طوری وانمود شده که اگر انسان باز انسان خوبی نبود، اگر انسان تحت فرمان الله زندگی نکرده، اگر انسان با معصیت و نافرمانی الله عمر و پایان رسانده و ناشکری الله متعالی کرده، یا بنده خوبی خلاصه به الله نبوده، باز جان کندن او فرق میکنه. او بسیار با سختی در حدیث مبارک میایه که به نوعی فرشته های بسیار خشنه از جانب الله تعالی گماشته میشند و در اطراف حلقه میزنند که به هر کدام نگاه میکنه یک وحشت در دل ایجاد میشه. بسیار حالت وخیم و حالت خطرناک به این انسان دست میده و رخ میده. پس روی اساس به هر کدام از این فرشته ها که نگاه میاندازه دلخوریش بیشتر میشه و هیجان زده میشه. بعد فرشته مرگ هم با خشونت در کنار سر این نشسته و بسیار با خشم و با قهر و غضب برای از این خطاب میشه اخرجی ایتها النفس الخبیثه، بیرون شو ای روحی که تو پلید هستی و با خباثت تمام این زندگی رو به پایان رساندی. بسیار با یک حالت بده، با یک حالت زشت، بسیار سخت این روح از تن او جدا میگرده و در ادامهش به او فرد اولی یا نفر خوب و بنده خوب خدا گفته میشه که کفن از بهشت با خود فرشته ها میارند و این روح را در این کفن میپیچند و به سمت آسمان ها بالا میبرند. در این اثنای که این روح به طرف آسمان بالا میره، فرشته های الله تعالی با کمال احترام به استقبال این روح استاد میشند و خوش آمدگویی میکنند و با متانت دعا میکنند که الله رحم بکنه به حال این روح، چه یک روح پاکیزه، چه یک روح خوشبوی، چه یک روح معطر خوشا و سعادت ای که با خدا زندگی کرده. درست. و در قسمت فرد دوم میگن یک پلاس سیاه است که روح انسان رو میپیچند و بعد وقتی میخوان به طرف آسمان بالا ببرند، از بوی بد این روح و از شدت کراهت که ای داره حتی فرشته های الله تعالی خوش اینا نمی آیه و به یک شکل بددعایی می کنند و بدا به حال این روح خبیثه که از بدبویی ای حتی فرشته ها اذیت می شن و ای اجازه داده هم نمی شه که به طرف آسمان ها بلند بره، با یک حالت بد از این استقبال می شه. پس این را فراموش نکنیم که خود جان کندن و یا جان دادن همین دو نوع با خود دار. اگه بنده خوبی برای الله باشیم، بنده مؤمن و مسلمان و متدین به الله قرار بگیریم، انشاءالله با کمال راحتی روحمان از تن جدا خواهد شد. سپاس از شما جناب استاد. همون قسمی که شما گفتین آنچی در بین جامعه و مردم ما رواج داره و مرحله جان کندن رو بسیار سخت جلوه میدن، این قسمی هم نیست، میتونه نظر به اعمال و باور شخص متفاوت باشد. در جانب ما یک مسئله دیگه هم هسته که میگن اگر مرگ بر انسان سخت باشه، یعنی مرحله جان کندن سخت باشه، باعث از این میشه که گناهان از او، یعنی نوع گناهان از او بریز یا گناهان از او کم بشه. آیا این گفته درسته یا خیر؟ در کل برای مسلمان در روایات آمده هر سختی که میرسه، هر مصیبتی که میرسه و هر دردی که یک مسلمان میکشه یا هر رنجی که در زندگی میبینه، هر غمی که به او میآید، کل اینها باعث کفاره گناهان انسان است. حتی اگر در حال صحتمندی
یک نفر کدام مشکل برش پیش می آید، این مشکل به خیری است. درست. حدیث رسول الله علیه الصلاه و السلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. درست. عجبا به حال مؤمن یا شگفتا به حال مؤمن که تمام امور از او به خیر و تمام درست. میشه. این اصابت و سراء شکر فکان خیر الله و این اصابت و ضراء صبر فکان خیر الله. درست. اگر شادی و خوشحالی و به نوعی تراوت به او میرسه شکر الله تعالی رو میکنه باز به خیر و تمام میشه. درست. و اگر کدام غم اندوهی مصیبت رنج درد هم به او میرسه با صبر میکنه در برابر ای حتما ای به خیر او تمام میشه و شک نیه که بیماری ها را الله تعالی باعث کفاره گناه انسان میسازه، سختی ها و رنج هایی که در زندگی یک فرد میبینه باعث کفاره گناهان میشه و طبعا در آخر حیات هم اگر کسی بالاخره گناه های داشته با سختی وقت رو گرفته میشه، هرچند بیشتر از افراد این شکلی روحشان گرفته میشه کنه در دنیا بنده های خوبی برای الله تعالی نبودن و بازم اگر مؤمن باشه مسلمان باشه در هر حال انشاءالله که گناه های از او معاف بشه و بخشیده بشه و تحمل سختی هایی که در او موقعیت داره، ولی در کل اگر بنده بنده خوب و درست برای الله تعالی باشه انشاءالله رویش بسیار با آرامش و با آرامی از تن جدا خواهد شد. سپاس از شما جناب استاد. یک موضوعی که مطرح میشه اینه که در قسمت مرگ‌های ناگهانی، مرگی که یک دفعه به سراغ انسان میایه و انسان کاملا صحتمنده و یک بار دوچار حادثه میشه و از دنیا میره، اکثرا میبینید که عالمان دین در دعای خود میگن که پناه میخواهند از مرگ‌های ناگهانی. اگر شما در این قسمت صحبت داشته باشین علت چیست که از مرگ ناگهانی باید یک مسلمان پناه بخواهد به خداوند؟ در کل مرگ های ناگهانی به این بابت از اینا به نوعی پناه خواسته میشه که در اون لحظه شاید انسان همون آمادگی مرگ نداشته باشه دست. و شاید بالاخره توبه نکرده باشه هنوز، شاید گناهایش زیاد بوده باشه. بی اساس اگر به نوعی مرگ ناگهانی نباشه بهتره و نفع انسانه. درست. لحاظا به خاطر همین وضعیتش که فرصت باشه و نفر توبه بکنه و کارهای خوبی انجام بده و یا بیشتر به خاطر دوام پیدا کردن کارها و اعمال شایسته و خوب انسانه که چنین تقاضا میشه. هرچند خود مرگ ناگهانی هم اگر به کسی میایه دقیقا در برخی از روایاتی هم درجه شهادت گفته شده، اگر دیوار بالای کسی ناگهان چپه میشه و از بین میره، اگر به دریای غرق میشه، اگر آتش میگیره و میسوزه و یا اگر مریضی سخت ناگهان دچار او میشه و از بین میبره، اینا هرچند به نوعی درجه شهادت در احادیث پیغمبر علیه السلام آمده که نفر میبره، اما شهادت که باز به نوعی در میدان نبرد در برابر دشمنان اسلام باشه و در میدان جنگ باشه و جهاد باشه طبعا او درجه نه، بلکه انواع پایینتر و یا درجات پایینتر شهادت این انسان از آن خود می سازه. اما بیشتر پناه بردن از مرگ ناگهانی یا به علت موضوعی که اشاره کردم به خاطر ناگهان آمدن مرگ، شاید خیلی وقتا میشه که نفر غافلگیر میکنه، نفر تصمیم توبه داره هنوز توبه نکرده، ناگهان بالاخره او فرا میگیره. سپاس از شما جناب استاد. حالا یک انسان از دنیا رفته دیگه در خانه جای نداره، ممکنه به دلایل حد اکثر یک شبانه روز یا بیشتر از او در خانه بمانه، میره و بالاخره به قبر میره. حالا در قبر یک شخص فوت شده چی وضعیتی خواهد داشت؟ بری شک نیه که بعد از مرگ انسان اولین خانه و یا اولین آرامگاه برای انسان قبره. درست. و قبر خانه یه که به نوعی انسان از اون مقدمه حیات دیگر خودر شروع میکنه. درست. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شخصیتی بودن که وقت سر قبر میرفتن خیلی تحت تاثیر قرار می گرفتن. درست. و تا از مبارک نقل میشه که وقت در سر قبرستان می نشستن چنان عشق می ریختن و گریان می کردن ریش مبارک خیس میشه. درست.
با صحابه پرسان میکنن که عثمان وقتی از بهشت الله صحبت میشه ای قدر گریه نمیکنی، درست. وقتی از جهنم صحبت میشه باز هم ای قدر گریه نمیکنی، لیکن یه سر قبر چرا این همه گریان؟ درست. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در جواب میگن، میگن چون این خانه اولین گام از گام های آخرته. درست. و به این فکر میفتم که اگر این خانه خوب شد و این خانه نورانی شد، این خانه برای مکان امن قرار گرفت، ما بعد این خانه تمام مراحل و ما آسان خواهد بود. اما اگر خدای نخواسته این خانه بر ما تنگ و تاریک شد، اگر این خانه خراب و ایران شد، اگر این خانه بی نور گردید، باز ما بعد او کل برنامه های دیگر و یا مراحل دیگر اینا سخت تمام میشه. درست. پس به هر صورت میشه گفت که قبر هم نسبت به فرد حالاتش متفاوته. درست. اگر فرد بنده خوبی باشه، بنده متدین باشه، بنده با خدای باشه، خب طبعا در احادیث رسول الله علیه صلی و السلام می آید که قبر انسان برو فراخ میشه و کلان میگرده تا جایی که چشم کار بکنه فراخ و کلان میشه و نورانی میشه و انسان از بودن در قبر آزار نمیبینه و اذیت نمیشه. و اگر باز حالت انسان در دنیا حالت خوب نبوده باشه، اگر فرمانبرداری درست از الله نکرده باشه و اگر بندگی خوبی برای الله نداشته باشه، طبعا باز احادیثی دارم که در اونجی فشار قبر و بالاخره عذاب و بنابرای مصیبت های گوناگونی، هرچند ما بیشتر وقتی از قبر شنیدیم قسمت سختی های قبر بیشتر گفته شده است و این باعث میشه که یک ذره مردم ما ناامید بگردند و یک شکل تصور کنند که همه نماز میخوانم، این همه روزه میگیرم، این همه با الله زندگی میکنم، خب اگر قرار باشه برم به قبر بگذارند باز فشار بده که قبر های راست بیای و چپ و چپ و راست از او بر گژدم ها بیای و از این بر مرها بریزه، خب انسان وحشت زده میشه. پس به عنوان ما خوبه که در این زمینه قسمت هایی که در باب مهربانی های الله در قبر برای انسان گفته شده، قسمت هایی که در بحث فراخی قبر مؤمن گفته شده، یا عنوان هایی که در مورد راحتی مسلمان در قبر بنویات شده، اینا را هم به مردم بازگو بکنیم، اینا را بگیم که مردم امیدوار بشن، مردم متوجه بشن. درسته که شکنجه های گوناگون، مصیبت های گوناگون، سختی های گوناگونی در قبر ذکر شده، خب ولی بیاییم ببینیم که اینا به کی گفته شده. درست. برای مؤمن، برای مسلمان، برای یک فرد نیک، برای یک انسان با ادب و با اخلاق و با شخصیت، خب ما میبینیم که اسلام آمده قسمت خیلی خوبی در قبر بیان کرده. از سوال و جواب هایی که در قبر میشه در حدیث رسول الله علیه السلام خیلی واضح و روشن میای. اگر فرد مؤمن باشه بسیار با متانتی جواب را میده و فرشته هایی که از او سوال میکنند فرشته های بسیار حلیمی، فرشته های به نوعی خوش چهره و خوش روی که این انسان از دیدن اونها مثلا احساس آرامش میکنه. درست. بسیار با آرامی سوال را جواب میده، من ربک، من نبیک، ما دینک، پروردگار تو کیست، دین تو چیست، نبی تو کیست. درست. اینا بسیار با محبت و آرامی میتونه جواب بده. ولی انسان اگر بد باشه، اگر بندگی خوب به الله نکرده باشه، در حدیث رسول الله علیه السلام میاد فرشته هایی که میان بار پرسانه، این مثلا فرشته های خشنه، وقتی که پرسان میکنن از بس که بار خطا میشه یا از بس که هیجان زده میشه و حالتش بد میشه نمیفهمه چی بگه، میگن من ربک، پروردگار تو کیه. باز او در تعبیر حدیث این گونه میگه ها ها، یعنی چیزی نمیدانه، همینطوری که هاهای از پیش خود میگه و باز از او پرسان میکنن من نبی و پیغمبر تو کیست، باز امو هاها رو میگه و وقتی پرسان میکنن ما دین و دین تو چیست، چیزی گفته نمیتونه و بند میمانه. بعد این انسان به نوعی به همچنین سرنوشت بعد گرفتار میشه. به این خاطر ما اگر متوجه شده باشیم همیشه در قبرستان ها هم دعا میشه و وقتی در حق مرده ها دعا صورت میگیره، بیشتر علمای ما این دعا رو میخوانند، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران، بار الها قبر عزیز ما باغچه از باغچه های بهشت قرار بده و ایره گودال از گودال های عمیق جهنم نساز.
پس بیان اون معلوم میشه که انسان در قبر متفاوت حالاته. اگر انسان خوب باشه حالتش این گونه خوب، اگر انسان بد باشه حالتش در اونجا هم بد میباشه. سپاس از شما جناب استاد. همون قسمی که شما در صحبت‌های خود فرمودین، مرگ و خود قبر به صورت کل اگر بگیم چیز بدی نیست، اگر نظر به اعمال انسان ربط داره، پس سوال اینجا مطرح میشه که چرا انسان از مرگ خوش نمی آید و یا به عبارت دیگر از مرگ می ترسه؟ ببینیم، ترس از مرگ دو حالت داره. درست. یک بحث اینه که نفر میگه باشه که من فرصت زیادتر داشته باشم، عبادت بیشتر بکنم، تقوای الله بیشتر رعایت بکنم، دستاویز بهتر برای خود جور بکنم. درست. به این خاطر ای احساس رو میکنه که کاش عمرم طولانی تر بشه، کاش فرصت برای من بیشتر عاید بشه. ولی در کل بنده های خوب الله تعالی از مرگ نمیترسن. درست. چون همیشه و در هر لحظه آماده مرگ هستن و میدانن که باید آمادگی این روز داشته باشن، امروز یا فردا یا پس فردا. بالاخره آمدنیه، کل نفس ذائقه الموت، هر نفس، هر موجود زنده چشنده مرگ هست، مرگ میچشه و از دنیا میره و باید با این قافله بپیونده. به این اساس یک عده انسان ها که باز ترس دارن به خاطر این موضوع که احساس میکنن وقتی مرگ به سراغ ما بیایه از لذت های دنیا به نوعی بریده میشیم و یا خوشگذرانی هایی که ما در دنیا داریم اینا از ما گرفته میشه، این پول و ثروت ما چی میشه و این ساختمان و آپارتمان ما چی خواهد شد، دلبسته دنیایند و فکر میکنند که مرگ اینا را از این لذت های اونها جدا میسازه. ولی اگر بنده مؤمن و متیقن بر الله تعالی باشه، خود طبعا اون نعمت های پیش رو را به مراتب بیشتر ارزش میده از نعمت های دنیایی. و حتی جالبه که لحظه شماری میکنه برای اینکه کی به ملاقات پروردگار خود برم، کی به دیدار پروردگار خود مشرف باشم. و این مرگ ترس نداره که ما بترسیم. و وقتی اگر توصیه در این مورد میشه که از مرگ بترسیم، به این معنی که این خود خود آماده مرگ بسازیم. درست. که ناگهان میای مرگ. درست. خبر نمیکنه، هر لحظه ما آماده باشیم. ترس به این معنی تعبیر میکنم. درست. اما این ترس که ما دوست نداشته باشیم مرگ به سراغ ما بیایه، انشاءالله بنده های مؤمن و مسلمان هرگز چنین ترس و چنین حراس ندارند. ممنون از شما جناب استاد. حالا مرحله قبر هم گذشت، انسان در قبر با یک سرنوشت مواجه میشه، یا سرنوشت خوب یا سرنوشت بد. حالا مرحله‌ای که بعد از قبر میای چیه؟ ما با عنوان مسلمان بی باوریم که بالاخره انسان روزی از قبر بیدار میشه و برمیخیزه و به صحرای محشر میره، در اونجی چی اتفاقاتی میفته؟ ثم الى ربکم ترجعون، بعد از وصی پروردگارتان باز میگرده. درست. دقیقا بعد از مرحله که انسان ها دوباره زنده میشن و از قبر میخیزن، ما یک مرحله به نام محشر داریم. محشر جایی میگن که انسان ها همه اونجا جمع میشن و منتظر توزیع اعمال نامه هایشان هستن. درست. وقتی در این صحرا قرار میگیرن، وضعیتی که از این موضوع در احادیث رسول الله علیه السلام و در آیات قرآن تعبیر شده، در این روز درجه حرارت بسیار بالا میره و سختی های فراوانی این روز با خودم را داره، هول و وحشت عجیبی داره. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله لشدید. درست. تو مردم را در حالت مست و مدهوشی میبینی، فکر میکنی که نه هم مدهوش شدن، نه هم مست شدن، در حالی که عذاب الله سخته. یعنی در حقیقت چنین چیزی نیه که مردم مست گردیده باشن. درست. مردم مدهوش شده باشن. وضعیت های بسیار خطرناک از قیامت در آیات قرآن کریم و در احادیث رسول الله علیه السلام جلوه داده شده و نمایش داده شده. و میبینیم در آیات قرآن کریم که کوه ها منفجر میشن، مثلا زمین بسیار نرم میشه و بسان پشمه های تیت شده میگرده. و همچنین موضوعات در قرآن عظیم و شان از سختی های روز، یا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، دقیقا روز محشر یا روز قیامت یک روزیه که
پدر از فرزند خود فرار میکنه، فرزند از پدر و مادر خود فرار میکنه، زن از شوهر و شوهر از خانومش فرار میکنه و به انواع متفاوت اینها هر کدام درگیر اعمال و احوال خود هستم. در همین تصنایی هم فراموش نکنیم که یک تعداد بنده های الله تعالی در امن و امان قرار دارد. درست. ما حدیثی داریم از رسول الله علیه السلام که خیلی ما رو امیدوار میکنه. سبعتون یضلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. هفت گروه الله تعالی در همین یک وضعیت سخته اونا رو به زیر سایه عرش خود قرار میده. درست. در روزی که هیچ سایه جز سایه او وجود نداره. امام عادل یعنی رهبر، حاکم و یا امیری که او بنای عدالت پیشه باشه و به خاطر رضای الله و به خاطر تامین عدالت امو حکم روایی خود رو به پیش ببره و ترس الله در دل او باشه، طبعا این یکی از جمله کسایی که الله تعالی او را در زیر سایه عرش خود قرار میده. شاب و نشأ فی عبادت الله، جوانی که زندگی و جوانی خود در عبادت الله متعال سپری میکنه. درست. واقعا وقتی به این نکته میرسیم، خوشا و سعادت جوانهای عزیزی که امروز میبینیم با کمال شوق و علاقه با وجودی که زمینه های فساد و گناه و معصیت و بدبختی برای نافراهمه، یعنی هر جوان ما خیلی راحت میتونه به سمت سوی انحراف و کجروی و باطل و به نوعی فحشا و منکر روان بشه، ولی الحمدلله وقتی به مسجد وارد میشیم میبینیم که بیشتر صفهای نماز ما را جوان ها تشکیل میدن. خیلی امیدوار میکنم و من این پیام را میخوام از این دریچه برای کل جوانهای عزیزی که بیننده هستند بگم که انشاءالله اگر ما بتونیم همین دوران جوانی خود را با کمال اخلاصمندی برای الله تعالی و به عبادت الله تعالی سپری بکنیم، باز همچنین وعده الله تعالی داده که در روز قیامت در همیت یک صحنه سخت که درجه حرارت بالا میره به شکل که یک تعداد انسان ها در حدیث میاد تا پوجلک پا، بعضی تا زانو و تعداد تا کمر، یک تا شانو و بعضی غرق در عرق خود میشن، در همیت یک وضعیت باز الله تعالی من شما نجات میده و در زیر سایه عرش خود قرار. دو مرد که همدیگر رو به خاطر الله تعالی دوست داشته باشن، محبت ها تأکید میشه، کسایی که به خاطر الله صمیمیت دارن، محبت دارن، مردی که قلب و معلق و وابسته و مساجد الله تعالیه، مردی که صدقه میکنه به وضعیت که اخلاص رو در او رعایت میکنه، یعنی به دست راست میده چپش خبر نمیشه تعبیری اومده، مردی که الله متعال در خلوتگاه ها یاد میکنه و عشق او سرازیر میشه، یا جوان عفیفه و پاکدامن، دختر و پسر پاکدامنه که زمینه گناه و معصیت بر نافراهم میشه، زمینه روابط و نامشروع برای نافراهم میشه و به خاطر ترس الله متعال به این قضیه روی نمیارن، این طبعا کسایی هستند که الله تعالی انشاءالله در زیر سایه عرش خود قرار میده. یعنی اگر به صورت کلی ما خواسته باشیم محشر یک توضیح بدیم، این شکل که در قبر و در جان کندن مسلمان ها و کفار و انسان های خوب و بد با هم متفاوت بودن، طبعا در همین صحرای محشر هم جایگاه از اینا، حالات از اینا متفاوت و دیگرگونه و اینا از بنده های خاص الله تعالی هم هستن که اونا بنای در سایه عرش الله رحمان جایگاه ریزرف شده و آماده شده، اونا الله تعالی در همین سایه نگهداری میکنه و حفظ. تشکر و سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این دم از برنامه ما را همراهی کردین. دوستان عزیز وقفه کوتاهی میگیریم و بعد از وقفه دوباره با ادامه موضوع برنامه در خدمت شما هستیم. با سلام و مجدد خدمت شما بیننده های گرامی. بینندگان گرامی دوباره خوش آمدین و میپردازیم به ادامه موضوع برنامه با جناب استاد. مرحله میرسه که بالاخره سرنوشت انسان مشخص میشه و کمان توزیع اعمال نامه. اگر شما صحبت های پیرامون توزیع اعمال نامه ها داشته باشین که چگونه به انسان داده میشه و انسان چگونه بالاخره میفهمه که سرنوشت از او چی شده. در قسمت توزیع اعمال نامه ها این شکل انسان ها دو دستن. آیات زیبای در قرآن عظیم الشان در این مورد آمده و خیلی واضح و روشن. درست. در سوره حاقه یک قسمت آیات کاملا صحنه توزیع اعمال نامه ها را به تصویر کشیده. درست. و بسیار یک آیات زیبا و شیرین است. وقتی که تلاوت میشه انسان کاملا میره در همون فضا و در همون صحنه قرار میگیره. یک شکل تعبیر کرده که وقتی فرد تلاوت میکنه گمان میکنه که این در آن لحظه قرار داره و در همون موقعیت قرار داره.
در این آیات الله تعالی اول نامه اعمال انسانهای خوب را به تصویر کشیده، انسانهای درست. با خدا، بنده های متدین خود. فاما من اوتی کتابه بیمینه، اما کسایی که نامه اعمال نا به دست راست نا داده میشه، فیقول ها امقرئ کتابی، باز فریاد میکشه بسیار با صدای بلند که این مردم بین نامه اعمال مر بخونه، بس که خوشحاله، سرحاله و تر و تازه هست و خیلی شادمان هست، صدا میزنه که بیاین نامه اعمال مر بخونه. اینی ظننت انی ملاق حسابی، میگه من یقین داشتم که روزی با این حساب خو ملاقات میکنم. این علتی که نامه ما به دست راست ما داده شده، علتی که نامه ما پر از اعمال خوب هست، این بوده که من در دنیا متوجه بودم که من کارهایی که انجام میدم روزی بعد از اینا حساب بودم. پس اگر انسان در دنیا متوجه قضیه باشه، در آخرت با چنین سرنوشت زیبایی روبرو میشه. اینی ظننتو انی ملاق حسابیه، من یقین داشتم، باور داشتم که روزی با این حساب خود ملاقات میکنم. الله تعالی باز بسیار زیبا در ادامه میگه فهو فی عیشت راضیه، درست، این انسان سرنوشتش در یک زندگی کاملا رضایت بخش قرار میگیره و از نعمتهای الله تعالی استفاده میکنه. کجای این زندگی رضایت بخش، موقعیت از این، جایگاه از این؟ فی جنت عالیه، در بهشت بلند مقام الله تعالی، یعنی در بهشت بلند مرتبه الله تعالی قرار میگیره و الله کریم مهربانی هایش، رحمتش بر این انسان سرازیر میشه، از نعمت های بهشت استفاده میکنه. خوبی که این انسان داره و بهترین یا زیباترین نعمتی که به این انسان میرسه اینه که از جانب پروردگار یک صدا میآید که کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، درست، بخورید و بنوشید از این نعمت هایی که در اختیار شما قرار دادم ای بنده های من، چون شما در دنیا توهی دست زندگی کردید، در دنیا با سختی ها زندگی کردید، در دنیا با رنج و درد های بسیار شما دست و پنجه نرم می کردید، الان از این راحتی ها استفاده بکنید، از این نعمت های من استفاده بکنید، از اینا لذت ببرید. این صدای الله بسیار انسان آرام می سازد و خیلی لذت بخش برای انسان که الله تعالی چنین وانمود می سازد. اینا کسایی هستند که مؤمن هستند، مسلمان هستند، انسان های با خدای هستند، انسان های متقی و پرهیزگار هستند و نامی از اینا به دست راست اینا داده می شه. یا تعبیر دیگری که در سوره دیگری از قرآن داریم، فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حساب یسیر، کسی که نامی اعمال به دست راستی داده میشه باز از او حساب بسیار آسان گرفته میشه، در حساب با او سختگیری صورت نمیگیره و این نعمت هم الله تعالی شامل حال این انسان میکنه. اما وضعیت انسان دیگری که بد، زشت یا انسان خدا نترس، انسان خوبی نبوده در دنیا، واضح نامهش به دست چپ او داده میشه و لحظه ای که نامه او داده میشه بسیار خجالت زده و شرمسار میگرده و میگه یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش اصلا این نامه به دست ما داده نمیشد، یا لیتها کانت القاضیه، کاش میگه این نامه در دنیا فیصله میشد، هر فیصله ای که پروردگار میداشت در دنیا با ما میداشت و این نامه به امروز نمیمون. بعد با صد درد و رنج و افسوس میگه ما اغنا عنی مالیه، مال که من در دنیا اونو را جمع کردم، از هر راه به هم میرساندم تا ای که به نوعی ثروت و سرمایه هم گفته روی هم کردم، اینا خو به درد من نخورد، اینا خو درد دوا نکرد، اینا خو من از عذاب الله مطالبی نیاز نکرد. حلق عنی سلطانیه، او سلطنت و قدرت و دبدبه‌ای که در دنیا داشتم و گارده های جلو و دنبال خود، بالاخره نظمی که در دنیا داشتم و هر مجلس می رفتم بالا بالا می نشانند، سلطه ای که داشتم، هیبتی که داشتم، جلالی که داشتم، اینا کلگی به درد ما نخورد، اینا از بین رفت، هلاک شد. طبعا این انسان که در دنیا شیفته یعنی این برنامه ها بوده و فکر میکرده که مرگ نیه و زندگی او ختم نمیشه،
در او دنیا وقتی با این سرنوشت بد روبرو میشه که نامی اعمال و دست چپ یاد داده میشه، اینا را یادآوری میکنه که این مسائلی که به نزد ما خیلی ارزش داشت، نخو اصلا درد مردم رو نکردی، نخو هیچ کاری از اونا ساخته نشد و هیچ مشکل مر در این دنیای دیگر حل کرده نمیتونم. بعد الله تعالی با صدا میزنه فرشته های خود و اینجا بسیار ناامید کننده برای این انسان، میگه خذوه فغلوه، بگیرید این انسان را محکم ببندید، ثم الجحیم صلوه، بعد با کله به جهنم بیندازین، ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فسلکو، سپس بازیر به زنجیرهای محکم 70 ذراعی باز بسته بکنید، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، چونی در دنیا به الله تعالی باور نداشته، یقین نداشته، ولا یحض علی طعام المسکین، و برای طعام دادن مساکین، برای همدردی به فقرا و مساکین اصلا تشویق نمیکرده کسی و بنوی هیچ توجه نداشته. فلیس له الیوم هاهنا حمید، الله تعالی میگه که در این روز دیگه برای از دوستی هم پیدا نمیشه که درد ایر دوا بکنه، شفاعت از ایر بکنه، غم از ایر بخوره. در دنیا اگر گاه ما یک اشتباه صورت میگیره از پیش ما، خب به چنگ قانون میفتیم، یک راه امیدی وجود داره که یا بالاخره شک که کسی که پرونده ما پیش از اونه و طی مراحل میکنه، شاید اهل رشوت باشه، اهل پول خوردن باشه، بتونیم با پول خود، با ثروت و سرمایه خود خود را نجات بدیم، اما در اون دنیا سرمایه نمیتونه ما را نجات بده. و یا تصور میکنیم یک دوستی داشته باشیم با پارتی، بتونیم که خود خوربنه و یز از شکنجه های دنیا نجات بدیم، از زندان های دنیا نجات بدیم، اما در آخرت الله میگه فلیس الله الیوم ها هما حمید، اینجا دیگه هیچ دوستی نداره که بیای ایر نجات بده و بنه ای ایر از عذاب الله متعال دور بسازه. بعد طعام و خوراک از ایر الله تعالی بنه ای میخواه به تصویر بکشه، ما وقتی بنده خوب خود رو به تصویر میکشه و کلو وشره بود با خورنده بود نشیند از این نعمت های الله، ولی این انسان چی میگه؟ بعد میگه ولا طعامون الا من غسلین، برای این انسان بد، برای این انسان زشت، برای این انسان ناخدا، برای این انسان که بنوی در دنیا ترس الله در دلش نبوده، به طعام و غذای هم نمیرسه جز غسلین. غسلین چرک آب وجود جهنمی ها را میگن که وقتی میسوزند و زخم میشه جان نا، اما چرک آب که از بدن از اینا جدا میشه، خرج امی انسان بدبخت میگرده. به بسیار وضعیت سختیه. الله تعالی همه ما شما، همه امت مسلمه را انشاءالله از جمله اهل یمین بسازه که نام و اعمال به دست راست ما داده بشه و با عزت مندی و شکوه و سربلندی در پیشگاه الله تعالی انشاءالله در او دنیا هم قرار داشته باشه. اگر ما بیم یک تصویر کوچک در این دنیا هم داشته باشیم، میبینیم که یک شبیه‌سازی تقریبا تا حد صورت میگیره. ما اگر گاه فرزندم رو به مکتب یا به نوعی خودم رو در یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی مصروف درس هستیم، وقتی که نتیجه امتحان ما به ما اعلام میشه، اویی که اول نمره میشه، نمره عالی میاره، بسیار شادمانه، پیش از این سنفی میده، پیش از این میره، پیش استاد خو میره، میده پدر خود پیدا میکنه و مادر خود که میبینید نه من اول نمره شدم، نمره عالی گرفتم، واسه بیچاره یک یا مشروط میشه یا ناکام میشه، و همه اطلاعنامه که به او سپرده میشه، اون لحظه او یک رقم ردرگم میکنه و شرمنده، از او پرسان میکنم چه کار شده امتحان، هنوز معلوم نیه، این شکل میخواه که خود پیر بکنه. بیانون ما انشاءالله که از جمله بنده های خوب الله قرار بگیریم و نامه ما دسته راست ما داد. سپاس از شما جناب استاد. حالا نامه اعمال داده شد، از بدبختان به دست چپ و از نیکبختان به دست راست، حالا مشخص شد که بهشتی و دوزخی مشخص شد. گرچه شما اشاره داشتین یک بهشتی در بهشت و یک دوزخی در دوزخ با چه حالاتی مواجه میشن؟ البته قبل از اینکه بهشت و جهنم واضح بشه، چند پروسه دیگر هم انسان باید طی بکنه. درست. مسئله ما به نام صراط داریم در آخرت که عبور از این هم حتمیه. درست. صراط معمولا در زبان ما مردم افغانستان پل صراط آمده، پل صراط، هرچند خود صراط معنای پل میده،
باز ما عادت کردیم چون صراط کلمه عربی هست، درست. معنای را خودم همراه میکنیم، پل صراط میگیم. پل در روی جهنم گذاشته شده که هر انسان باید از این پل عبور بکنه، چی خوب باشه، چی بد باشه، چی جهنمی باشه، چی بهشتی باشه، از این پل باید عبور بکنه و رد باشه. درست. در قسمت این پل هم تعریف و توصیف‌های عجیب و غریبی آمده و تصویری که از این پل کشیده شده که بسیار باریک و خیلی تیز و چنین و چنان در بعضی روایات تعریف و توصیف‌های آمده. اما این هم فراموش نکنیم که اگر انسان با خدا بود، داره که پیشتر برای شما گفتم بنده خوبی بود برای الله تعالی، باز عبور او از صراط هم بسیار آسان میشه. یعنی در حدیث رسول الله علیه السلام میآید یک انسان که اعمال شایسته زیاد داشته باشه، اعمالش خوب باشه و بنده خوبی بوده باشه با خدا، باز وقتی که از صراط میخواد تیر میشه، باز مثل برق تیر میشه. درست. یعنی همینطور با سرعت بدون اینکه بفهمه چگونه رد شد و عبور کرد، اما قسم آسان و ساده. باز اگه کسی کم اعمالش پایین تر بود، یعنی کمتر اعمال صالح انجام داده بود، به تعبیر حدیث میگه مثل سرعت باد میگذره. اگر از او هم کم پایین تر بود، باز مثل یک اسب سوار تیز رفتاره و پایین تر، باز مثل یک پیاده روی که آهسته آهسته قدم برداره و قدم بزنه، به همین شکل قدر تیر میکنه. و حتی انسان که مسلمان انسان خوبی بوده ولی اعمال صالحش کم بوده، او اندازه نبوده که بتونه مثل برق و مثل اسب تیز رفتار و باد اینا تیر بشه، لااقل مؤمن بوده، مسلمان بوده، خب اعمالش کم بوده. همون هم در حدیث میاد که خزیده خزیده خود را از اون پل تیر میکنه. این بسیار امیدوار کننده برای ما مسلمان ها که ان شاء الله خود همین ایمان ما میتونه در اونجا برای ما کار آمد باشه. اما ما باید تلاش بکنیم که خود را به او نفر اولی برسانیم که رفتار ما یا عبور کردن ما از این پل مثل سرعت برق باشه ان شاء الله. ولی انسان های دیگر که اعمال ندارند یا به نوعی با خدا زندگی نکردند یا نافرمانی الله تعالی زیاد کردند دیگه، باز اینا نمیتونند از این پل عبور بکنند و میفتند در جهنم و سرنوشت اینها و عذاب الله تعالی گرفتار خواهد شد. و بعد از اینکه از صراط بگذرند، مرحله دیگری که قبل از وارد شدن به بهشت صورت میگیره، او مرحله به نام قنطره میگن. درست. و این هم خیلی یک مرحله حساسی هست. در این مرحله قنطره، زمانی که انسان قرار میگیره، در اینجا انتقام گرفته میشه. درست. اگر در دنیا آبروی کسی ریختانده باشه، اگر به کسی تهمت بسته باشه، اگر به مال کسی دست برد زده باشه، اگر به جان کسی به نوعی دست درازی کرده باشه، باز تمام انتقام ها در اینجا گرفته میشه. و حدیثی از جناب رسول الله علیه السلام در این مورد است که گاهی انسان با دست پر میره به دنیا، عبادت زیاد کرده، نماز زیاد خوانده، روزه زیاد گرفته، زکات زیاد داده و صدقات و خیرات زیاد داشته و همچنین دست پر میره، ولی در قنطره که میمونه، اونجا وقت استاد نفر میایه میگه یا الله ای آبروی من ریختانده بوده در دنیا، الله میگه بدن از احسانات این انسان بود. باز کس دیگر میایه یا الله ای به حق ما ظلم کرده بود، الله میگه بدن از احسانات او آدم. و همین قسم یک پشت سر دیگر، یک پشت سر دیگر میایه و اعمال صالح از این آدم توزیع کرده میشه و بعد ای خالی میمانه، دیگه اعمال باقی نمانده. هنوز نفر میایه که پروردگارا ای مثلا مال مر دزدی کرده یا به نوعی کدام از حرمت برم داشته در دنیا یا کدام مصیبت آزار و اذیت برم رسانده، الله تعالی میگه که بدم از اعمال و برای ای آدم. وقتی نگاه میکنن میگن یا الله اعمال صالح اخلاص شد. درست. بعد میگن از گناه او برداریم برای بگذاریم. اللهم تعال رحم بکنه به حال همه ایمون شما که نشه با دست پور بریم و در قنطره باز دست ما خالی بگرده. و بحث آخری هم بعد از اینکه نفر صحیح و سالم از اینجا هم عبور کرد، مسئله خود بهشت یا جهنمه. کسایی که اهل جهنم باشند در جهنم قرار میگیرند و کسایی که اهل بهشت باشند در بهشت. و طبعا بهشت دار نعمتهای الله تعالی و سرایی که در اونجا الله تعالی بر بنده های خود تدارک دیده. و سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. شما شتاب بکنین، عجله بکنین به سوی
مهمانخانه پروردگارتان به آمرزش از جانب پروردگار و رحمتی که برای شما در نظر گرفته، نعمتهایی که برای شما در نظر گرفته، او بهشت الله تعالی می باشه و پهناوری بهشت هم زمین و آسمان ها رو همه در بر می گیره. یعنی کنایه از وسعت و فراخی بهشت الله تعالی گفته میشه. به این برکی آماده شده اعدت للمتقین، بر بنده های خدا ترس الله تعالی تدارک دیده شده، در آنجا همه نعمت ها هست. الله تعالی میگه که و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین، در بهشت هر آنچه که دل تقاضا بکنه و چشم از دیدن او خوشحال بشه برای انسان فراهم میشه. و در حدیث قدسی هست که الله تعالی به زبان رسول الله علیه السلام به ما میگه که اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما بر بنده های صالح و با ایمان خود چنان نعمت ها آماده کردم، ای چشم تا حال ندیده و هیچ گوشی چیزی از اینا نشنیده و حتی در ذهن و دل کسی هم خطور نکرده. درست. الله تعالی انشاءالله ما به این نعمت ها برسان. ولی انسان های دیگر، انسان های کافر، انسان های بدکار، انسان های زشتکار، طبعا باز به جهنم رسوکار میشن و جهنم هم طوری که از نامش پیدا هست، جایی که آتش و شکنجه و عذاب و این مسائل و از خود طبقات متفاوت و گوناگونی داره و انسان ها بر حسب اعمال که دارن در اونجا، اعمال بدی که داشتن، در جهنم الله تعالی میسوزن. البته فراموش نشه که اگر در انسان های مؤمن هم که گناه زیاد دارن، معصیت زیاد دارن، احتمالا اگر عفو و الله متعال شامل حال اینا نشه و قرار باشه که اینا به اندازه اعمال خود مجازات بشن، احتمال در جهنم الله تعالی به اندازه گناهان خود عذاب ببینن و بعد اونها انشاءالله ره سپار بهشت میشن به برکت همون ایمانی که داشتن. چون که پیغمبر علیه السلام میفرمایند من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که با صدق دل لا اله الا الله گفته باشه وارد بهشت میشه. درست. تشکر از شما جناب استاد، به امید از اینکه تلاش بکنین که بندگان خوبی به پروردگار باشین و در جهت کسب رضای پروردگار تلاش بکنین، و همچنان ممنون سپاس از شما که در برنامه با ما حضور یافتید. موفق باشین. جزاکم الله خیرا. الله متعالی بکنش. و ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین. تا برنامه بعدی آیین زندگی، خداوند یار و نگهدارتون.